شاید پایان کار من و تو فرا برسد، مانند هر آغاز دیگری که پایانی خواهد داشت. مجریانش با بغض در برابر دوربین ظاهر می شوند. از خبر تعطیل شدن شبکهشان حرف می زنند و خود را غمگین نشان می دهند. شبکه ماهواره‌ای من و تو دیروز در بیانیه اعلام کرد که به دلیل مشکلات مالی احتمالاً تا اواخر ژانویه سال جاری میلادی برای همیشه آنتن را خاموش می کند. خبر ناگهانی تعطیلی شبکه من و تو شاید برای خیلی ها عجیب به نظر می رسد. شبکه‌ای که به صورت مداوم برنامه‌های خود را در قالب‌های مختلف و با یک هدف پخش می‌کرد. تضعیف نظام مستقر در ایران. همه انقلاب‌ها، همه جنبش‌ها، همه براندازی‌ها قدم به قدم به نتیجه می‌رسه. من نمی‌دونم 10 سال دیگه ایران چی میشه، ولی می‌دونم من یک روز دیگه جمهوری اسلامی رو نمی‌خوام. این بیانیه اما زوایای پنهانی دارد که مورد سوال و بحث تحلیلگران رسانه‌ای قرار گرفته است. زوایایی که آشکار شدن آنها می‌تواند بیانیه روز گذشته مدیران من و تو را تا حدی موشکافی کند. شبکه من و تو از ابتدای تأسیس در سال 2010 هیچگاه منابع مالی خود را افشا نکرد، به ویژه در روزهایی که نسبت وزن مطالب سیاسی ضد ایرانی شبکه به برنامه‌های سرگرمی آن افزایش پیدا کرده بود. در این میان تنها نام شرکت شبکه تلویزیونی مرجان به عنوان مالک کانال من و تو در اختیار افکار عمومی قرار داشت که بیشتر شبیه به یک پوشش بود. تنها یکی از داده‌های مالی شبکه من و تو مربوط به گزارشی است که در سپتامبر سال 2018 در سایت ثبت شرکت‌های انگلیس منتشر شده است. داده‌هایی که نشان می‌دهد وضعیت مالی این شبکه سال‌هاست در وخامت به سر می‌برد. این گزارش‌ها نشان می‌داد که هزینه‌های شرکت بالادستی من و تو از سال 2015 تا 2018 چیزی حدود 53 میلیون پوند بوده، در حالی که مجموع درآمدهای کسب شده آن نهایتاً عددی 2.5 میلیون پوندی را نشان می‌دهد. جالب آن که تا پایان سال 2018 120 میلیون پوند به من و تو تزریق شده که 111 میلیون پوند آن تبدیل به ضرر انباشته شده است. در واقع میتوان دلیل تبدیل شدن شبکه من و تو به بازوی اصلی ضدیت با ایران در سالهای 98 به بعد را دریافت کمک‌های مالی برای نجات از یک ورشکستگی جدی دانست. شبکه من و تو در این سالها و به ویژه در وقایع آبان ماه سال گذشته تمام توان خود را برای خبرسازی، تهییج و به خیابان کشاندن جامعه به کار بست. تلاشی که احتمالاً دلیل آن وحشت از بسته شدن کانال‌های مالی تزریقی به این شبکه بود. حالا اما با ناموفق بودن پروژه 5 ساله ارائه شده به من و تو و خرج‌های سرسام‌آور آن، اسپانسرهای مالی پنهان دیگر حاضر به ریختن پول به دامن شبکه‌ای سوخته نیستند. مدیران من و تو نیز با انتشار این بیانیه نسبتاً تهدیدآمیز در واقع به دنبال حامیان جدید مالی هستند. حامیانی از همان جنس که چند ماه قبل شبکه‌ای نظیر ایران اینترنشنال را خریداری کردند.